کامپیوتر ساند هم بزنم خیالمون راحت بشه. خب برنامه چشمه نوش شماره دومه، یعنی میخوایم اون چیزی که برنامه قبل نتونستیم تموم بکنیم تموم بکنیم. بیشتر حرفایی رو که میخواستم بزنم زدم، یعنی یه چیز حدود 70%، 30%ش باقی مونده. یه دستی به سر گوشش کشیدم که این 30% یه چیز قابل قبولی باشه، ولی پیش از اینکه واقعا وارد بحث بشیم یه چند دقیقه کلاس خودشناسی داریم. این کلاس خودشناسی را خدمتتون عرض میکنم، براتون جالبه. حتما شنیدید از یک نویسنده اگر بخواید کتاب خودشو بخونه خیلی ناراحت میشه، میترسه. نویسنده ها دوست ندارن کتاب خودشونو بخونن، بلکه وقتی میخونن توش ایراد پیدا میکنن و این نگرانشون میکنه، این ناراحتشون میکنه، افسوس میخورن که چرا اینجا رو اینجوری گفتن، چرا اینجا رو اینجوری نوشتن. دوست ما اینجا سوال، یکی از دانشجوهای ما اینجا سوال کردن و پیگیر بودن و من مجبور کردم برم برنامه خودم رو 2 هفته پیشو گوش بدم دوباره و هی به خودم نهیب بزنم که اینجا نباید اینو میگفتی، اینجا باید اینو اینجوری میگفتی، اونجا باید این شکلی بیانش میکردی، این چه کاری بود تو کردی. خلاصه به نظرم اومد که این احساس، این وظیفه بنده که معلمم سر کلاس، اون عادات معلمی، اون عادات آموزگاری تو این جلسه هم جاری است. آموزگارا بلند حرف میزنن، منم هم همین کارو دارم میکنم، با هیجان حرف میزنن برای اینکه توجه دانشجو رو به خودشون جلب بکنن، به مطلب جلب بکنن. غیر از این ما سر کلاس راه رو از هر طرف به دانشجو میبندیم که دانشجو ذهنشه و خطا نره، دقیقا همون حرفی رو که ما میخوایم بفهمه. و این اتفاق اینجا هم افتاده. من وقتی حرف میزدم دقت کردم توی برنامه که اگر کسی سوال میکرد فوراً جلوش رو میگرفتم، نمیگذاشتم خطا بره، حتما توی این دالانی که داریم حرف میزنیم بمانه. این کار برای سر کلاس اوکیه، ولی برای اینجا شایسته نبود. بگذاریم. بعد از این 5 دقیقه خودشناسی میریم سراغ این برنامه حافظ. این اسلاید رو قبلا دیده بودید، من تکرار نمی کنم. از این 4-5 تا موردی که اینجا دستبندی که اینجا کردم، مورد شماره 3 رو داشتیم حرف می زدیم که واردش نشدیم نگهش داشتیم. شماره 5 اسلامیختن و پاکسازیه، این رو هم راجع حرف نزدیم و امروز می خواهیم این دوتا رو پر کنیم. این شعر از حافظ قشنگه، گفتم با شما در میون بگذارم. میگه ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام جان، جان به غمهایش سپردم نیست آرامم هنوز. بعد راجع به بی نقطه نویسی و ملا نقطی حرف زدم که این رو بدون نقطه خوندم خدمتون، فراموش کردم که بگم این مال شمس تبریزیه. و بعد گفتم توی این حادثه قدیم مطلبی است که اگر کسی سوال کنه خوشحال میشم جواب بدم، چون کسی سوال نکرد منم بهش اشاره نکردم. ببخشید آقای دکتر، ما هنوز داریم همون تایتل پیج شما رو نگاه میکنیم، صفحات دیگر رو نمیبینیم. جدی میفرمایید؟ چرا ما میبینیم آقای دکتر جان، آقای اکبرزاده شاید مشکل سیستم شما باشه. ممکنه عزیز جان، ممکنه، برای که این مثلا من قبلا هم باش برخوردم، ممکنه عزیز جان. بله بله بفرمایید. دوستان دیگه میبینن، بسیار عالی، امیدوارم حالا سیستم شما هم آقای دکتر اکبرزاده آقای اکبر دکتر اکبرزاده اگه اپلیکیشن های دیگه رو کامپیوترتون هست اونا لطفا ببندین که فرصت باشه برای این، چون بعضی وقتا پروسسینگ پاورش رو میگیرم. ولی اوکی مرسی، حتما این کار رو انجام میدم. خب حالا که همه چی درسته، how I can relocate that because it covers the lighting. من همه چی رو بردم بیرون از نوشته ها، به نظرم میاد که نوشته رو کاور نکردم. نوشته رو کاور کردم؟ الان صفحه رو میبینیم. خب یک شعری خوندم دفعه گذشته که محل گفتگو بود، با مدعی
بگویید احوال عشق و مستی تا بیخبر نمیرد در درد خود پرستی. دلیلی هم آوردیم که چرا این درسته. بعد یه دوستی این شعر رو که اون بالا نوشتم رو آوردن، به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت راز پوشیدن یا عیب پوشیدن. هر دو موردش به کار رفته. من اسم آدم هایی رو، چند تایی رو، نه چند تایی که عیب رو پذیرفتن و چند تایی که راز رو پذیرفتن رو اینجا آوردم. خودم کلمه عیب رو بیشتر میپسندم، راز شاعرانه تره. در ضمن آقای پژمان بختیاری گفته راز پوشیدن متضمن عیب پوشی هم هست، بنابراین باید راز پوشیدن باشه. این پایینم یه دونه دیگه نوشتم، یه دیوان خطی بود، اینو داره توش، باده نوشیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت باده نوشیدن. مراد این که حتی اگر این بیت شعر که دوستمون گفتن این در مقابل با مدعی بگویید اسرار عشق و مستیه، یعنی گفته که نگویید، راز نگه دارید و این راز پوشیدن راه نجاته، چه میشه که یه جا باید بگیم راز رو بگید، یه جا بگید راز رو نگید. این دقیقا مقابل اون نیست ولی نکته داره. این نکته رو من توی این نشان دادم. اینا بیت هاییست، یه مشت بیت هاییست در دیوان حافظ که از رازداری حرف میزنه. مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. یعنی همه خبرها اینجاست. افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع، شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت. و بقیه اشعاری که همه از وجود یک راز، وجود یک اطلاعاتی در حلقه دوستان حرف میزنه. میگه باید حتما استعداد اینو داشته باشی که به این حلقه دوستان ما وصل بشی تا این راز رو با شما در میان بگذاره، وگرنه این راز نباید بیرون از این حلقه بره. این هست، این مطلب توی حافظ هست و با این نکته. این پایین که میگه با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی تا بیخبر بمیرد در درد خود پرستی، میشه توجیهش کرد. اما من نمیپسندم که حافظ مرگ کسی رو درخواست بکنه. برای همین اینجا به خصوص با مدعی بگوید اسرار عشق و مستی تا بیخبر نمیرد در درد خود پرستی، به نظرم انسان دوستانه تره، حافظانه تره. اما اینکه رازی وجود داره جاهای دیگه اشاره شده، من در این اشکالی نمیبینم. میون این اشعار یه دونش خیلی قشنگه، این که نوشته کلک زبان بریده حافظ در انجمن با کس نگفت راز تو تا ترک سر نکرد. بیت قشنگیه از لحاظ شاعری، از لحاظ ایهامش. بعدم نمیاد که راجعش توضیح بدم. این قلم نی رو که نوکشو میتراشیم و بعد زبان ایجاد میکنه و بعد این زبانشو باید ببریم تا بتونه بنویسه، اینجا این بازی رو قشنگ بیان کرده. کلک زبان بریده ی حافظ در انجمن با کس نگفت راز تا راز تو تا ترک سر کرد. زیباست. یه چند تا بیت جدید رو هم روی صفحه آوردم که اینها از کتاب آقای مرتضی مطهریه. یه بار دیگه اشاره میکنم راجع به مرتضی مطهری در اسلایت های بعدی. ایشون یه کتابی دارن به اسم تماشاگه راز. اون پایین آخرین بیت دست راست رو میبینید، میگه مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. مدعی یعنی بیگانه، خواست بیاد از راز ما آگاه بشه، دست غیبی جلوش رو گرفت، برای اینکه نامحرم بود، از ماها نبود، بنابراین راز پیش ما باقی میمونه. به خاطر این تماشاگه راز آقای مطهری اسم کتابش رو گذاشته تماشاگه راز. برای راجع به این موضوع که راز باید توی حلقه ای بماند، توی میون دوستان باشه، نباید آشکار بشه، ایشون مفصل صحبت کردن. این چند تا شعری که توی کادر قرمز گذاشتم از کتاب ایشونه. شعر قشنگیه. میگه گوهر پاک به باید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لولو و مرجان نشود. یعنی باید قابلیت داشته باشی که راز رو بهت بگن. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست، تا
تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی، یعنی فقط تو دانی، به کسی نگیش. رازی که به غیر نگفتیم و نگوییم، با دوست بگوییم که اون محرم راز است. مراد من چی بود؟ این است که این موضوع قابل تحقیقه، این موضوع قابل بحثه. ما میتونیم یه برنامه بگذاریم فقط به این موضوع بپردازیم که چه کسانی رو حافظ دوست میدونه، چه کسانی رو غیر میدونه، چه رازی رو باید در حلقه دوستان گفت و خارج از حلقه دوستان نبرد، از این جلسه خارجه. بنابراین من همین که یک گندمی، یک دانه‌ای بکارم برای یک جلسه آینده بسنده میکنم. به اینجا رسیدیم که اون منظومه، گفتم کلمه دوم رو نمیتونم بخونم، مهنت کشان که ژیلا خانم زحمت کشیدن درست گفتن، المسماست، حق با ایشونه. یه دونه اشاره دیگه ژیلا خانم کردن که من اون موقعی که ایشون فرمودن نگرفتم، در واقع نفهمیدم که موضوع چی بود، ولی بعد که گوش دادم برنامه رو متوجه شدم که من اینو اشتباه خوندم و حق با ژیلا خانم بود. صحبت اینجا بود که تا که اندر دام وصل آرم تذروی خوش خرام، در کمینم وانتهاز وقت فرصت میکنم. من خوندم وقت فرصت میکنم، من غلط خوندم، ژیلا خانم درست دیدن. اینم خواستم اشاره کنم و تشکر کنم از ژیلا خانم که حواسشون به ما شاگردا هست که خطا نکنیم یا خطامونو بگیرن. این صفحه چرا هیچیش نمیاد؟ آها، خب این بیت محل سوال بود، سوال جواب بود. غیر از دوستانی که اینجا هستن، دوستان دیگری هم که بعدها برنامه رو شنیدند و جای دیگه دیدن، ایراد گرفتن یا نظر دادن. من خوندم درد عشقی کشیدم که مپرس، درد هجری چشیدم که مپرس. من گفتم این درسته. خب برای بعضی ها درد عشق معنی نمیداد و بعد درد هجری چشیدم که مپرس، یه اشاره هم کردم که آقای پزشکزاد زهر هجر چشیدن رو توی کتاب دایجان ناپلشون اشاره کردن و نشون میده که ایشون زهر هجر چشیدن رو پسندیدن. بیاید یه بازی بکنیم اینجا، بد نیست یه تمرینی اینجا داشته باشیم که ببینیم اگر میخوایم ما اینو اصلاحش بکنیم چه کار باید بکنیم. مسئله این است که یه نسخه خطی به دست ما رسیده، این نسخه خطی درد درد نوشته. خب بعد ما میدونیم که این به خاطر اینکه زیر و زبر نداره، یکیش باید درد باشه، یعنی درد درد معنی نمیده که این سبک میکنه شعرشو، یکیش درده. حالا ببینیم کدومش میشه درد گذاشت. درد با کشیدن میاد، این خانه اوله، این خانه دوم. در خانه اول اگر درد بگذاریم، در خانه دوم میشه درد گذاشت، من مشکل حل. اینها اشعاری است که تقریبا مثلا 80% شعرهایی که توی حافظ درد به کار رفته من اینجا آوردم. یکی دوتشو میخونم. میگه ترسم این قوم که بر درد کشان میخندن، در سر کار خرابات کنند ایمان را. پیر دردی کش ما گرچه ندارد زر و زور، خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد. بریم آخریشو بخونیم. میگه آن حریفی که شب و روز می صاف کشد، بود آیا که کند یاد ز درد آشامی. می صاف رو هم با کشیدن آورده، غیر از اینکه درد با کشیدن آمده، می صاف. منظور این که درد همه جا، چه در حافظ چه در شاعرهای دیگه، با کشیدن میاد. درد رو میکشیم، یا میآشامیم یا مینوشیم. اینجا درد آشام آمده، درد نوشم آمده، درد آشام آمده، بیشترش درد کش آمده. یعنی کلمه درد در خانه اول، خانه اول مراد من اولین کلمه در مصرع اول، این خانه. چرا اکو میشه صدا؟ توی این خانه درد رو بگذاریم، با کشیدن کاملا میخونه. درد فاعله، کشیدن هم فعله، کاملا درسته. اون جایی که سوال برانگیزه این است که درد عشق، یعنی این صفت و موصوف یا مضاف و مضاف علیه که به هم چسبیدن، نچسبه. ما درد عشق نداشتیم هیچ جا.
اما به خاطر اینکه عشق حالا صفت یا اضافه به درد شده و همچنان درد فاعله، فعل کشیدن با درد هماهنگه. اگر بپذیریم که درد بشینه تو خونه اول، در خانه دوم درد می نشینه بدون مشکل. بنابراین درد هجری چشیدم که مپرس، مشکل حل. حالا برخی درد عشق رو نمیپسندن، یا اون کسی که خواسته این رو درست بکنه اولین بار گفته درد عشق که معنی نمیده، این باشه درد عشق. حالا اگر در خانه اول درد بگذاره، در خانه دوم درد نمیاد اصلا. درد هجر چشیدن بی‌معنی تر از درد عشقه. بنابراین باید یک کلمه اختراع بکنه، اون کلمه که اختراع کرده زهره، گذاشته زهر هجری چشیدن. این نظر منه، نظر من این است که کتاب درد درد بوده، نخواسته درد رو در خانه اول بگذاره به خاطر اینکه درد عشق معنی نداده، درد رو گذاشته در خانه دوم، دیگه نمیتونسته نه درد بگذاره نه درد، یک کلمه اختراع کرده و زهر گذاشته. بعضی هم رنج گذاشتن. حالا یه نگاهی به این موضوع بکنی که هجر از کجا چجوری به کار رفته. یه مثال، یه بحث دیگه بکنم. این بیت بیت آسونیه، برای اینکه که مپرس ردیفه و میتونید بگذاردش کنار، در معنی شعر دخالت نداره. بنابراین هر مصرعی سه تا کلمه بیشتر نداره: درد عشق کشیدن، درد هجر چشیدن، همین سه تا کلمه. این وره سه تا کلمه اون وره، چیز عجیب غریبی نداره. حالا گفتیم که درد رو میگذاریم خانه اول، در خانه دوم درد نمی نشیند، یک کلمه اختراع میکنه. حالا اون کلمه که فراوان به کار رفته زهره، اما زهر بگذارید کنار، هجر رو نگاه کنید. به نظر میاد هیچ نسخه ای راجع به کلمه عشق در مصرع اول و راجع به کلمه هجر در مصرع دوم اشکال نکرده، یعنی همه جا عشق و هجر نشسته. اون خانه اول این مصرع و خانه اول اون مصرع محل اختلافه. حالا توی حافظ هجر با شب میاد، با غم میاد، با ایام، بیماری، خار هجران، آتش هجران، بوته هجران، خوف هجر، روزگار هجر، حال هجر، روز هجر، دولت هجر. که این دولت هجر دولت مثبته، یعنی توانایی، یعنی پول، یعنی ثروت. دولت هجر متلکی است که حافظ یه جایی گفته، میگه از در وصل تو، وقتی وصل تو رو داشتم نمیمردم، جاودانه شده بودم، از دولت هجر تو الان موقعشه که بمیرم. اونجایی که دولت میاد، منظور این است که هجر با زهر به کار نرفته، دوباره نه در حافظ نه در جای دیگه. این زهر هجر گویی که معنی بیت رو کامل میکنه، ولی نوآوری است. هجر زهر نداشته، هجر دورانی است که با ترس و نگرانی و شکیبایی همراهه. باید صبر کنیم تا دوران هجر بگذره. زهر هجر به خاطر اینکه به کار نرفته سوال برانگیزه، نمیگم غلطه، سوال برانگیزه. برخی این سوال رو هم دیدن و رنج گذاشتن. حالا یه خورده هماهنگی بیشتری با بیماری و آتش و بوته و این چیزا داره. اما زهر قالب دیوان ها با زهر آمد. برگردیم سراغ این موضوع. درد با کشیدن میاد، درد با چشیدن میاد، و من درد و درد رو بر بقیه آپشن ها و ترجیح میدم. درد عشق و زهر هجر، یعنی اگه زهر هجر بپذیره اون مؤلف، میتونه درد عشق رو هم بپذیره، برای اینکه زهر هجر هم هیچ وقت به کار نرفته. میتونم تصور بکنم هجران میتونه زهرآلود باشه، ولی تا به حال راجع به هجران با زهر حرف زده نشد. بنابراین همون قدر این نچسبه که درد و عشق نچسبه. مراد این که درد به خاطر کشیدن درسته، درد عشق نوآوریه، آره تا حالا به کار نرفت، تو حافظم به کار نرفته، درد عشق نداشته. اما اگر درد رو بپذیریم، درد هجر بسیار مطلب خوبی. این از اون بحث. یکی از بازی‌های شاعرانه حافظ رو که راجبش حرف زدیم، دلم میخواست تکرار بکنم، من خودم خیلی دوستش دارم، یه نکته بود که باید میگفتم. اول تکرار کردم اون شعر زیبای آقای امیر برهان الدین که هوشیار رفت داره اون رخت و برون آمد مست، برخواست ستود شادی و غم داد و نشست. خیلی زیباست، من تکرارش کردم فقط یادآوری بشه. یه بیت شعر آوردم از خانومی به نام
مهیا غلامی که دیدنت باعث دلتنگی من خواهد شد، بعد هر رفتنت، بعد هر آمدنت رفتن اگر هست نه، یا که گفتم ممکن بود من این شعر رو این شکلی بگم، دیدنت باعث دلتنگی من نیست، بیا بعد هر رفتنت آمدنت رفتن اگر هست نه، یا موضوع تقابل بود که گفتم شعر قشنگی رو گفتم تو مصرع دوم، ایرادش رو نگفتم، من اینو گذاشته بودم این ایرادش هم بگم که یک نوآوری است و این نوآوری غلطه در زبان فارسی. کسره در زبان فارسی مال صفت و موصوف، مضاف و مضافان علیه، برای روانی گفتن به کار میره. در کلام میشه یا کردیم این کار رو که کسره رو به جای کلمه از به کار بردیم، اما این کار در نگارش جایز نیست. ایشون وقتی میگه بعد هر آمدنت، اون ا چسبیده به بعده جای از نشسته، یعنی بعد از هر آمدنت رفتن اگر هست نیا. این مجاز نیست کسی که داره تولید ادبیات میکنه این خلاف رو جاری بکنه. این حذف از و چسبوندن ا در نگارش ناپسنده، نادرسته، در گویش اشکال نداره. یه دونه بیت دیگه یا یه دو تا بیت دیگه از هلالی جغتایی پیدا کردم و خیلی خوشم اومد، همین بازی تقابل رو داره، گفتم برای شما بخونم. دردا که اسیر ننگ و نامیم هنوز، در گفت و شنید خاص و عامیم هنوز، شد عمر تمام و ناتمامیم هنوز، صد بار بسوختیم و خامیم هنوز. خیلی زیباست در این دو بیت، یک و دو و سه و چهار و پنج تا تقابل به کار برده. یه ایراد دیگه خودم در دو هفته پیش که در خدمتون بودم بود که فریده خانم سوالی فرمودن و من گمان کردم گفتم. ایشون سوال کردن پیر مغان و خرابات مغان. من راجع پیر مغان به عنوان انسان ایدئال و اینکه شاعرای ما همه ایدئالیست بودن، بنابراین یه چهره سوپرمن رو اون جلو میگذاشتن و راجبش توصیف میکردن که گفتم پیر مغان میشه سوپرمن حافظ. خرابات مغان یعنی میکده، یعنی میخانه، و من فکر کردم اینو گفتم و بعد فرید خانم دوباره سوال کردن، من دیگه برای بار دوم چیزی جدیدی نداشتم بگم که گفتم نمیتونم چیزی بگم، ولی خطای من بود، من اشتباه گفتم. خرابات مغان یعنی میخانه. حالا این شعر از شاه نعمت الله ولی هم بد نیست، قشنگ از لحاظ هنری، گذاشتم اینجا بخونیمش. میگه در خرابات مغان هستن سرمستان، ولی همچون من رند خوشی مست خرابی هست نیست. یه نکته دیگه این که چند بار بحث کردیم که در فارسی کلمات رو یا با و به هم میچسبانیم یا با درنگ، یا با اند همه رو یا با کاما همه رو. همه مثالایی که نگاه کردیم و داشت. این مثال دیدم از عبید زاکانی که خب عبید زاکانی همه رو خیلی دوستش داریم، این شعر رو گذاشتم برای اینکه فقط درنگ توش داره. کسی دیوانه باشد که سر کویش رود جایی، دل اینجا، دولت اینجا، مدعا اینجا، امید اینجا، هم فقط کاما داره. بنابراین تو فارسی دوباره عرض میکنم که یا همیشه و به کار میبریم یا همیشه کاما. کاما 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 اند فرانسه است، انگلیسی. عبید زاکانی هم میدونید که از کسانی بود که حافظ رو خیلی دوست داشت و یه جوری تشویقش میکرد و میدونست که طبع شعر خودش به زیبایی حافظ نیست. حافظ از حمایت‌های عبید زاکانی در شیراز بسیار برخوردار بود. عبید زاکانی مثلا 10-20 سالی بزرگتر از حافظ بوده. بگذاریم، داشت به اینجا رسیده بودیم که گفتیم حافظ در کتابش گویین که کد از قرآن فراوان داره. تقریبا هر جایی در حافظ کلمات عربی می‌بینید، این کلمات عربی از یه آیه از قرآن آمده و خودش اشاره های فراوان میکنه. قصص قرآن رو کد میاره، فارسی قرآن رو ذکر میکنه، برای به قرآن خیلی اقتدا میکنه، اما بعضی شعراش هم کاملا ضد دینه یا شک برانگیزه یا سوال برانگیزه، و اونها نشانه‌هاییست که بعضیا به کفرگویی متهمش میکنه. یکیش اینه که میگن خیلی خطر داشته. حالا من نمیدونم چقدر افسانه پشت این بیت هست، اگر مسلمانی از این است که حافظ دارد وای اگر از پس امروز بود فردایی،
یادم میاد هفته گذشته اون وای رو وای خوندم ولی آه گذاشته بودم، آه قشنگ نیست، وای قشنگتره به نظر منم، وای درسته. که بعد به خاطر این حافظ رو تعقیب کردن که بگیرن و بزنن و بعد کمکش کردن که گفتن نقل کف کف نیست، بنابراین یه همچین بیتی اضافه شد. این حدیث هم چه خوش آمد که سحرگه می گفت بر در میکده‌ای با دف و نی ترسایی، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. نشون داد که این جمله رو حافظ نگفته و از خطر جست. اما کفر بودنش از دید بعضی ها جاریه. چند تا شعر دیگه هست مثلا نمونه برای اینکه نشون بدیم که شک داره توش، ضد دین اگر نگیم سوال هست، سوال عمیق دینی هست. من که امروزم بهشت نقل حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ کاملا میتونی از این برداشت بکنیم که ایشون به بهشت اعتقادی نداره. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. یعنی قرآن رو دیگران دارن برای تزویر و ریا استفاده میکنن و این هم یه جور تهمته. شیخم به طنز گفت حرام است می نخور، یا حرام است می نخور. گفتم به چشم گوش به هر خر نمی کنم. این هم دفعه گفت پیش نشون دادیم و بعد گفتم که خیلی ها واسه این که زهر بعضی بیت های حافظ رو بگیرن عوضش کردن، بنابراین یه نسخه جدیدی دادن بیرون که اون تندی شعر حافظ گرفته بشه. از جمله این بیت، شیخم به طنز گفت حرام است می نخور، می مخور، گفتم به چشم گوش به هر خر نمی کنم، شیخ رو کردن ناسه، اونجا هم خر رو حذف کردن. هنوز هم تو امروز هم این کلمه نچسبه، دوست نداریم یه همچین توهینی توی شعر بیاد. میشه متلک گفت ولی کلمات جز کلماتی است که نمیپسنده. محتاج جنگ نیست برادر نمی کنم جاش گذاشتن. و بعد بعضی ها ناسه رو باشه شیخ رو کردن ناسه و بعد به اون هم راضی نبودن، کردن پیر مغان، یعنی دقیقا نقطه مقابله شیخ رو گذاشتن اونجا. که حالا به جایی که به شیخ یا به روحانی محل داری متلک میگی، اصلا متلک برگرده به پیر مغان که سوپرمن خودته. اینجوری هم دست بردن. من دفعه پیش این شعر رو که شجریان میخون پخش کردم، دیگه این دفعه پخش نمیکنم. این دشمنی و حسادت با حافظ راهکارهای مختلفی جلوی پای افراد گذاشته، دست بردن توش، عوض کردنش، ممنوع کردن خواندن حافظ. مثلا عثمانی ها این کارو کرده بودن، کتاب حافظ منع بود، نمیتونستن بخونن افراد. یا متهم کردن حافظ به این که شیعه است، سنی ها متهمش میکردن شیعه است که مثلا شیعه بودن بده، شیعه ها متهمش میکردن سنی است که مثلا سنی بودن بده، برای این تکلیفش هم معلوم نبود. به بیدینی هم متهمش میکردن. از جمله این که الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها، گفته شد، کی گفته؟ سودی گفته. سودی گفته که این از یزیده. و بعد خود سودی اون شعر یزید رو آورده توی کتابش. و بعد به همون خاطر شاعران دیگه مثل اهل شیرازی یا شمس الدین محمد کاتبی شعرهایی دارن که حافظ بر حافظ خورده میگیرن، به حافظ ایراد میگیرن که تو چرا از یزید کود آوردی، شعر یزید رو کپی کردی، استفاده کردی. حالا مثلا یزید برای اونها آدم بدی بوده. و بعد این هنوز محل سوال و این محل سوال رو آقای غنی ایجاد کرده. آقای غنی در کتابی در مورد حافظ نوشتن مال 1310-14 این حرف هاست. ایشون گفتن که من خودشون رو میگن که من همه سروده های یزید رو بررسی کردم، توش هم چیزی نیست. و اینکه سودی گفته این از یزیده ما ندیدیم، بنابراین محل شکه. حالا من صلاحیتش رو ندارم بگم درسته یا غلطه، هیچ تحقیقی هم خودم نکردم. در زمان اورنگزیب که پادشاه هندوستان بوده، همه کتابای حافظ رو همه کتابخونه‌ها جمع کردن و این بلای سوزوندن کتاب همیشه جاریه. وقتی جمع میکنن نمیدونم چیکار کنن، بعد بسوزوننش. خلاصه کتابای حافظ رو در زمان اورنگزیب از
هندوستان کتابخانه جمع کردن و آتش زدن. ببخش شده دکتر، ببخش من چاپ بکنم. من در مورد این بیت اول حافظ چندین مقاله خوندم و همون حرف درسته که این شعر از یزید نیست. البته به من ربطی نداره، من آدم دینی نیستم، ولی میخوام بگم از نظر تاریخی مال یزید نیست. یعنی کتابای یزید همین الان هم منتشر شده تو بیروت هست، ولی این اصلا توش وجود نداره. بله فرمایشتون متین، این محل شک است. حالا این هست، این یعنی حرفای نوین، محققای نوین رو میگن که حالا از یزید نیست، ما نداریم چیزی. ولی گفته سودی رو هم نمیشه راحت انداخت دور. سودی آدمی محققی بوده، آدمی نبود که حرف الکی بزنه از خودش هم چیزی در بیاره. یه چیزی بوده، اون چیز که سودی رو به خطا انداخته اگر اینجور فرض بکنیم باید آشکار بشه. چرا سودی این رو گفته؟ میتونست مثلا غرض داشته باشه، مثلا حافظ رو بخواد خراب کنه. اینا تصورات ماست، من به گمانم باید یه چیزی بوده باشه. بگذاریم، این مهم نیست. همچنان من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود وعده فردای زاهد را چرا باور کنم خوندم، یکی دیگه داره میگه چو طفلان تا به کی ای زاهد فریبی به سیب بوستان و جوی شیرم. همین یه بیت کافیه که بگید حافظ بهشت رو فریب میدونه و بعد بهش یه انگی بزنید و بعد با اون انگ هر کاری دلتون میخواد میتونید باش بکنید. حافظ رو به هزاران حرف بد متهم کردن، از لاوبالیگری گرفته تا به میخارگی و نمیدونم خرد ستیزی و غیره. محمد اقبال لاهوری که شاعر بزرگی است و آقای احمد کسروی که محقق بزرگی است، این دو نفر، من فقط این دو تا رو مثال آوردم، افراد دیگه هم هستن، افراد بزرگی هستن که به حافظ پریدن، خورده گرفتن و به هزار چیز متهمش کردن. کسروی رو دفعه پیش رو یه چیزی راجبش گفتم، به این خاطر من خودم کسروی رو دوست دارم، دلچرکینم که حافظ رو اینجوری بد گفته ازش. در کتاب حافظ چه میگوید؟ کسروی میگه نیز باید بیگمان بود که یکی از کتاب‌های سراپازیان دیوان حافظ است که چند رشته بدآموزی‌های زهرآلود از خراباتیگری، جبریگری، صوفیگری و مانند اینها در بر دارد. این دیوان با آن شعرهای شیوایش و با آن بدآموزی‌های فریبندش خونها را از جوش می‌اندازد، سهش‌ها را بیکاره می‌گرداند، نومیدی و بی‌پروایی و زندگی وارد می‌آورد و غیره، و به این شعرش خورده می‌گیره. میگه این شعرش فقط یه سری کلمه بس و عدس و نفس و پس و مگس و قطار کرده، دست راستش رو پر کرده، یه شعری گفته باشه. شعرش بی‌معنیه. از جمله بیت دومش میگه یار گندمگون من گر میل کردی نیم جو، هر دو عالم پیش چشم ما نمودی یک عدس. میگه واسه اینکه عدس رو قافیه کنه یه چیزی اینجا مهملاتی گفته، مثلا جوی گندم یه چیزی رو گذاشته که با عدس هماهنگی داشته باشه، وگرنه هیچ معنی نداره. خط یه دونه بامده به آخرش رو هم باز ایشون آقای کسروی ایراد میگیره، میگه کوهید از اشکم چو دریا گشت و میترسم که باز بر سر آیند این رقیبان سبک بارد چو خس. میگه همه اینا داستان رو گفته واسه اینکه خس رو به کار بگیره. غیر از اینکه یکی دوتا غزل حافظ رو آقای کسروی ایراد میگیره، به شعرهایی که توهین‌آمیزه، به قول اون به خرد لطمه میزنه، یعنی هوش مخاطب رو در نظر نمیگیره و مسخره میکنه دین و علم رو، مثال میاره. دفعه پیش راجع به این حرف زدیم، به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم. من گفتم طنز حافظه، من زیبا تصورش کردم، ولی کسروی این رو توهین میدونه. اگر شبی به زبانم حدیث توبه رود ز بی طهارتی آن را به می قراره کنم، این هم دفعه پیش گفتیم. این آخری قشنگه، میگه رشته تسبیح اگر بکسه است معذورم بدار، دست من در دامن ساقی سیم ساقو. خیلی شعر قشنگه، خیلی طنز زیبایی داره. عذر بدتر از گناه. میگه این رشته تسبیح که باش ورد میگن یا حالا مثلا بعضی صلوات میفرستند و میشمرن، این ریسمانش اگر پاره بشه بدیمنه، ناخوشاینده. حالا میگه رشته تسبیح هم پاره شد،
داره دلیل میاره که چرا این پاره شد، میخواد یه دلیل توجیهش بکنه، میگه اشکالش این بود که حواسم به این نبود، دستم در دست یار سیمساق بود. یه توجیه بدتر از گناه میاره که بانمکش میکنه. خب حافظ در تمام دوران همینجور که عرض کردم محل رشک و ایراد و گرفتاری بود، و بعد بعضی ها که فکر میکردن زیادی اسلامی هن و حافظ زیادی اسلامی نیست به اندازه کافی از دید اونها، اومدن شعراش عوض بکنن و هست توی دیوانهای ما بعضی شعراش عوض شد. این رو گوش بدید که آقای شجریان حرف میزنن و بعد خود ایشون یه دونه از شعرهای حافظ رو درست میکنن که شما بعدا توی دیوانتون درست خواهید کرد. من اشاره خواهم کرد در مورد این که عشق برای ملک نیست، عشق برای انسانه. در یک غزل از حافظ که دلم رو بوده ی دودی وشیز، شورنگیز دروغ و وعده و قتال وز و رنگامیز، اونجایی می‌نویسه میگه که فرشته عشق نداند که چیز، قصه مخوان بخواه جام و شراب، بخواه که آدم دیست که بعضا کردن گلابی و خیلی تصرف نابجاییست. جام شراب است، گلاب در گلاب پاش است. بخواه جام و شرابی به خاک آدم ریز، دنبالش میگه که پیاله بر کفنم بند، تا سحرگه حشر به میز دل ببرم حول روز رستاخیز. زیاده گویی نمیخوام بکنم، ببخشید که این وقتتون رو گرفتم. من با زبان دیگه‌ای بایستی با شما صحبت بکنم که چندین ساله به خاطر اینکه من آنچه که باید بخونم خوندم و بعد از این هرچه با هم بخونم زیاده گویی و زیاده خانی است و آبرو ریزی میشه، اینه که من اجازه ندارم که چندین سال در مملکت خودم برای مردمان خودم بخونم. روز همگی بخیر. خب این شعری که ایشون خوندن میگه فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی بخواه جام و شرابی به خاک آدم ریز. اگر این توی دیوان شما گلابی است بکنید شراب، شراب و گلاب هم وزنند. و حالا شما مثلا فرض بفرمایید که خیلی خورده میگیرید که حافظ چرا شراب به کار برده، هر جایی که میشده شراب میکردن گلاب، یکیش اینه. و حالا چون ما میریم سر مزار و گلاب میپاشیم به سنگ قبر دوستمون، یارمون، فامیلمون، میخوره اینجا گلاب بگذاریم، ولی با جام هماهنگی نداره. و اینکه آقای شجریان خوندن اینجا شراب باید باشه کاملا درسته، اینو درستش بکنیم. یادی هم بکنیم از آقای شجریان که ستاره‌ای بودن. کشور ما با این جمعیت باید 1000 تا شجریان داشته باشه، ولی یه دونه داشته. بگذاریم. چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم حافظ از روزی که به دنیا اومد یا روزی که کتابش به دنیا اومد تا الان، تا همین الان آزار داده خیلی ها رو. یکیش این بود. این یکی رو هم گوش بکنید ببینید شجریان یک بار دیگه به خاطر حافظ چه مشکلی کشیده. آلبومی به نام بیداد برای او حاشیه ساز می شود و او برای اولین بار در دوران بعد از انقلاب برخورد دولتی را تجربه می کند. شجریان در بخش از این آلبوم شعری از حافظ را در قالب آوازی در دستگاه همایون می کند و یک بیت از این شعر برایش دردسر ساز می شود. مسئولان دولتی این بیت را گرامی داشت دوران پهلوی تفسیر می کنند و شجریان برای ادای پاری از توضیحات احضار می شود. شهریار بود خاک مهربانان دیار، نیمه دوم دهه 60 است و شجریان بقیهش رو روی یوتیوب میتونید خودتون ببینید. من فقط خواستم یادآوری این نکته باشه که حتی الان در امروز هم حافظ بعضی رو آزار میده. بازخوانی حافظ میتونه برداشت نادرستی داشته باشه راجع به اینکه انقلاب چه بلایی سر این که
یه جور دیگه نگاه میکنیم همه چی رو و چیزهای خوب و بد تفسیر میکنیم، یا هر چیزی که از رژیم قبلی بوده باید حتما نابود بشه، آقای عبدالکریم سروش صحبت قشنگی میکنن که دوست دارم با هم بهش گوش بکنیم. از آقای عبدالکریم سروش من اون موقع که دارم راجع به سال 63 4 5 اون موقع که من مثلا به عقل رسیدم کتابایشون رو میخوندم، یه کتابی دارم به اسم دوگماتیسم نقابدار، ندیدم هیچ روشن فکری این مطلب رو زیباتر ازشون در کتاب دوگماتیسم رو نقابدارشون بیاره. توصیه من این است که یک نگاهی بهش بندازید. برحال منظور این است که حالا هرچی آقای سروش گفتن من میپذیرم، ولی این گفتشون گفته درستیه و به همون نکته است که الان دارم اشاره میکنم که حافظ همچنان زهراگینه برای آخه این ملیت چه اشکالی داشت؟ فردوسی چه گناهی کرده بود؟ چه خیانتی؟ تا سالها نام فردوسی رو شما نمیتونستید ببرید. من خودم یادمه در جلساتی که داشتیم گاهی با نخست وزیر همین آقای موسوی خدا رو از حسر نجات بده، من چند تا چیز رو برای ایشون نوشته بودم و بردم و به ایشون دادم، گفتم یک تضادهای بی حاصل تو جامعه ما درست شده، شما باید فکر برای اینا بکنی. یکیش همین ملت و دینه. آخه کی ما با ملیت ایرانی مخالفت داشتیم، دشمنی داشتیم؟ این چه تقابل بی معنا و نامفهومی است که در اومده؟ یا کجا این همه بزرگان ما مثل فردوسی اینا کدوم خیانت رو به این مملکت کردن که کتابشون چاپ نمیشه، اسمشون رو نبرد؟ مجلس شورای ملی چرا باید بشه مجلس شورای اسلامی؟ مگه ملت ننگه؟ مگه این یه مفهوم باطله؟ مگه جنایت توش؟ ولی اینا شد دیگه. ببینید با کمال حیرت همه ما نگاه میکردیم که گویی هر چه سنت این کشور بود باید ریشه‌کن بشه از دم. اگه روشون میشد زبون ما رو هم عربی میکردن. یکیشون گفته بود عید نوروز رو باش مخالفت کردن. همین آقای خزعلی مرحوم گفت به جاش عید قدیر رو بگذاریم. تمام اینها از یک نافهمی، تاریخ ناشناسی، جهان ناشناسی سرچشمه میگرفت. این فقهای ما نه تاریخ اسلام میدونن، من اینا رو واقعا به شما میگم، نه تاریخ ایران میدونن، نه فلسفه میدونن، نه تفسیر قرآن میدونن، نه علم اخلاق، فقط فقه خوندن. یک فقه قبار گرفته استخوانی شده بدوی کهن که با او فقط میشه آدم کشت، فقط میشه تبعیض آورد، فقط میشه به مردم زور گفت. این فقه اگر یه فقه روشن فکرانه بود، اگر حقوق بشر در او تزریق میشد، همطوری که اواخر عمرش مرحوم آقای منتظری متوجه شده بود، خیلی راحت تر باش میشد طرف شد، خیلی فضای بازتری، اصلا این همه مخالفت با دین رو پدید نمی آورد. برای اینکه اون چه که از دین به چشم میرسه فقهشه، بقیهش که ایمانه و عشقه و که در قلب مؤمنانه. این فقهی که جز بر تبعیض بنا نشده و بعد از انقلاب هم یک تبعیض هم بهش اضافه شد، تبعیض بین زن و مرد، تبعیض بین کافر و مؤمن، تبعیض بین بنده و ارباب، تبعیض بین انقلابی و ضد انقلاب، این هم اضافه شد. من یادمه که اون اواخر که یه عده‌ای علیه بعضی از مسلمان‌ها، بعضی از مؤمنین چیز می‌نوشتن، یک شوی نامه به من نوشته بود که چرا شما فلان استاد رو سر کار نگه داشتید، این مسلمان شریعت مداریه. یعنی از مسلمان‌های مقلد آیت الله شد. مسلمونی هم انواع پیدا کرد، مسلمانی دیگه یه نوع نبود، کافی نبود شما مسلمان باشید نمازتون رو بخونید، نماز شبتون رو، نه نه، ولایت باید داشته باشید. روحانیت ما با استبداد آشنا بود، با دموکراسی آشنا نبود و نیست. به همین دلیل حد اکثر برد ذهنشون این بود که یک استبداد نیکو یعنی فقیهانه برقرار خواهیم کرد. برد فکریشون برقرار کردن استبداد فقیهانه. من بارها بعد از انقلاب از همین نماز جمعه شنیدن میم جلو یکیشون همه آیت الله امامی کاشانی، ببین اینا چی جوری برای خودشون این رو هضم میکردن. میگفت بالاخره یکی باید حرف آخر رو بزنه. خب ادامهش رو دیگه خودتون میتونید توی یوتیوب ببینید، از بحث ما خارجه. من خواستم این رو اشاره بکنم که الان همین اشکال وجود داره، موجی که بعد از انقلاب راه افتاد که این آتش تر و خشک رو با هم سوزان
و هر چیزی از رژیم گذشته باقی مانده بود بد بود، باید از بین میرفت، باید عوض میشد، دامن حافظ، فردوسی و خیام رو گرفت در ادبیات که امروز داریم حرف میزنیم. تکرار کردیم که مثلا ساسانیان همین داستان، همین بلا رو سر سلوکیان و اشکانیان آوردن و بعد قاجاری همین بلا رو سر زندیان و صفویان آوردن و تمام آثاری که اونا ساخته بودن، بیشتر مساجدی که زمان صفویه ساخته شده بود قاجاریه خراب کرد هرچون که میتونست. این دید بد، دید نادرست که خراب کردن یه چیز ساخته شده مثل دیوان حافظ یه جور انتقام گیریه، هنوز جاریه. بگذاری سانسور کردن یا عوض کردن بلاییست که هنوز وجود داره. در زمان شنیدید حتما، در زمان شاه به دلایلی که احتمالا خودتون میدونید، مثلا کلمه کارگر یا کلمه جنگل یا کلمه دونان نباید به کار میرن، یعنی با واژه مشکل داشتن. جنگل به خاطر نهضت جنگل بوده و کارگر به خاطر اینکه نهضت‌های کارگری یا کمونیستی در اون موقع هنوز داغ بودن و نباید بهش اشاره میشد. که حالا این استفاده نکردن از یه سری واژه محل ایجاد طنز، خیلی ها با اینا طنز ساختن، مثل مثلا تیر جای کارگر گفته بودن عمله بگذارید، تیر عشقت بر قلبم عمله افتاد، مثلا از اینجور جوکا زیاد ساخته بودن. الان به مراتب بدتر شده، تمام کلماتی که این پایین براتون نوشتم قدغنه، الان نمیتونید چیزی چاپ بکنید در ایران که این کلمات توش باشه. پستان، بوسه، آغوش، معشوق، رقص و شراب و مست و شراب، پیشنهاد شده هر جایی میشه شراب رو کنید، قهوه، آب میوه، نوشابه و غیره. گردن، خوک و هر چیزی که به خوک مربوطه، برهنه، قمارباز، حرامزاده، تجاوز، مراقبه و کلمات دیگری که اونجا خودتون میبینید. این کلمات ممنوعه، شما نمیتونید الان چیزی چاپ بکنید در ایران، عرض میکنم، که این کلمات توش باشه. بنابراین دیتکت میشه اینا. آقای حالو یک شعر طنزی دارن در مورد اینکه استفاده از کلمه پستان ممنوعه و پیشنهاد شده جاش سینه به کار ببرن. ایشون خوب این رو به طنز آوردن، دلم میخواد گوش کنیم. مثلا باید بگوییم گویند مرا چوزاد مادر، سینه به دهان گرفتنم. به همین ترتیب بسیاری از اشعار فولکلور باید اصلاح شود، از جمله اتل متل تو طوله، گاو حسن چه جوره، نه شیر داره نه سینه، شیرشو بردن به گینه. حالا اگر در هندوستان قحطی شیر هم شد که شد. هاکزا ضرب المثل های زیادی داریم که باید اصلاح شوند و فعلا با آن کاری نداریم. اما مشکل بعدی بعد از اصلاح شعر شعرا در نسل بعدی ظاهر می شود، یعنی جوانهای نسل آینده که بچه های کنونی ما باشند، وقتی در شعری به واژه سینه برمی خورند نمی دانند واقعا منظور شاعر همان سینه است یا این سینه قبلا پستان بوده که حالا شده سینه. مثلا وقتی شاعر میگوید سینه خواهم شرح شرح از فراق، یا میگوید خدا یا سینه ای ده آتش افروز. بله، همچنین واژه هایی مثل سینری، سینه خیز رفتن، سینه سفر کردن، سینه چاک و قص علی هازا. خب بقیه‌اشو باز میتونید روی یوتیوب خودتون ببینید. مراد این که یه نمونش رو شجریان اشاره کرد که شراب رو نباید بگذارید، حتی تو کتاب حافظ که پر از شراب، شرابش هست کنید، هر جا میشه گلاب بگذارید. حالا نسخه که میاد بیرون توش پر گلابه، با واژه مشکل دارن. این فقط مال ایران نیست، داخل کشورهای مشکل داره. یک رویه دیگه با حافظ هم پیش گرفتن، این که حالا نمیشه باش مبارزه کرد، این همش اسلامی نیست یا طرف من نیست، حالا یک روحانی اینجوری ببیندش، حالا که نمیشه بیاییم مال خودش بکنیم. یعنی هر جا راجب شراب گفته شرابش عرفانیه، هر جا راجب مثلا پیر مغان گفته
از پیامبر داره کد میاره. این حالت هم هست که من اشاره کردم آقای مرتضی مطهری با این دید به حافظ نگاه کرده، یعنی حافظ مال ماست، حافظ هرچی گفته از ماست. کد میشه آورد که نشون بده حافظ بسیار مذهبی بوده، بسیار مؤمن بوده. مثل این میگه مستی عشق نیست در سر تو، رو که تو مست آب انگوری. یعنی کاملا بین مستی عرفانی و مستی آب انگور جدایی آورده. یا خرم دلان که همچه حافظ جامی زمه الست گیرد، به هیچ دور نخواهید یافت هوشیارش، چون این که حافظ ما مست باده الست است. یا این شعر رو ببینید، میگه ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ، به قرآنی که اندر سینه داری. ز حافظان جهان کس چو بنده، جمع نکرد لطایف کمی به نکات قرآنی. حافظا در کنج فقر رو خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور. منظور این است که به اندازه کافی توی دیوان حافظ شعرهایی میبینید که خودشو وابسته به قرآن، وابسته به دین میکنه، و حالا یه چیزایی هم که ضد اونه، مخالفت اونه، سوال برانگیزه، میتونیم اونها رو هم جوری تفسیر کنیم یا تغییر بدیم که با اینا همخوانی داشته باشه. حالا بگیم این مال ماست. این اتفاق مال تمام کتاب‌هایی است که در مورد حافظ بعد از انقلاب چاپ شده، همشون ردخور نداره. مثلا کتاب آقای خرمشاهی، ضمنی که آقای خرمشاهی بسیار محقق با ارزشی هستن، ولی کتاباش با این دیده، یعنی که مال ماست، چیزی مخالف ما هم نگفته. یا اینو نگاه کنید، میگه زل ممدود، زل ممدود خم زلف تو هم بر سر باد، که در این سایه قرار دل شیدا باشد. زل ممدود اشاره به سوره واقعه آیه 30 داره. زل ممدود یعنی سایه مداوم. نگاه کنید این سایه مداوم یا سایه برقرار رو تو مصرع دوم تفسیر کرده یا تعریف کرده، یعنی از حافظ از قرآن کد آورده. بگذارید، بحث من تموم شد، این مال خود کردنم، گفتم دیگه بیشتر نمیگم. قول داده بودیم که این شعر رو با هم درستش بکنیم و مصرع بیت اولش رو درست کردم. امیدوارم شما وقت گذاشته باشید، یه نگاهی کرده باشید، فکر کرده باشید. من سریع یه جایی هم توضیح میدم درستش میکنم. توی اولی داستانش، این مال زمانی است که امیر مبارزالدین که بسیار متعصب مذهبی هم بوده، حاکم شیراز میشه، میخانه ها رو میبنده و بعد خم های شراب رو هم همه رو میشکنه و این شراب ها که مثل خون میمونه چون قرمزه، از خون دل خم میاد بیرون و حالا گله میکنه حافظ. این شعری که من انتخاب کردم شعر ساده ایه، 7 بیت بیشتر نداره، هیچ شعر پیچیده ای هم نداره، سرش دعوایی هم نیست، تقریبا از غزل های کم خطر حافظه، پیچیدگیش هم کم. برای تمرین گذاشته بودم، تمرین یعنی اینکه حافظ چند گونه ریپورت شدن یا گزارش شدن در همچین شعر ساده هم اینقدر وسیعه. شما دیوان های مختلف پیدا میکنید، هر کدوم یکی از این کلمات رنگی که انتخاب کردم رو برگزیدن و اونجا گذاشتن. حال خونین دلان که گوید باز، خودشو میگه حافظ که خونین دله. به خاطر چی؟ به خاطر که شرابخانه ها رو بستن و شرابا رو شکستن. وز فلک خون خم که جوید باز، یه نفر باید خون خواهی کنه که این خم ها رو شکستن، خونشون رو ریختن. شرمش از چشم می پرستان باد، نه می فروشان. درسته حالا میخانه ها بستن، می فروش ها هم ناراحتن، ولی می فروش نقش عرفانی نداره، می پرست نقش عرفانی داره. و حالا می پرستی که می نداره چشمش خماره. شرمش از چشم می پرستان باد، نرگس مست اگر بروید باز. حالا که ما هم شراب نداریم، نرگس که همیشه مسته نمیتونه، اگر بروی خجالت خواهد کشید از روی ما. جز فلاتون خم نشین شراب، سر حکمت به ما که گوید باز. این شاید پیچیده ترین بیت این غزل باشه. الان پیچیدگیشو رفع میکنم. فلاتون خم نشین اشاره به
دیوژن داره. دیوژن که دیوژن یه دونه حکیم یونانی بود که احتمالاً شنیدید که سر دسته اندیشه است به نام کلبیان. کلب یعنی سگ و این میگفتش که باید مثل سگ زندگی کرد. باید از دنیا برید. جای همون چیزی که صوفیان مثلا خرقه پشمینه میپوشن که آزار ببینن. اون هم میگفت باید مثل سگ زندگی کنه. میرفت توی خم میخوابید. دیوژن میرفت توی خم میخوابید. نظامی دیوژن رو برمیداره افلاطون میگذاره. شاید برای این شعرش درست در بیاد. بعد از نظامی هم همه دیوژن رو فراموش میکنن، افلاطون رو استفاده میکنن. من جمله حافظ. بنابراین این اشاره به دیوژنی است که توی خم میخوابید. حالا دیوژن حکیم بوده، دانا بوده، میتونست اسرار بگه. همینطور شراب این کار رو میکنه، شراب اسرار میگه. بنابراین اینجا میگه شراب مثل افلاطونی است که توی خم مینشست. جز فلاطون خم نشین شراب، سر حکمت به ما که گوید باز. سر حکمت بهتر از این حکمتم هست. این حکمتم یعنی فقط اشاره به این موضوع داره که این امیر مبارزالدین چرا این کارا رو کرد، خمار رو شکست، میخانه رو بست، در حالی که شراب همیشه حکمت می آموزه. فقط این یه حکمت نیست. بنابراین این حکمتم درست نیست. سر حکمت به ما که گوید هر که چون کاسه، چون لاله کاسه گردان شد، یا بود یا نیست، شد رو من نگه میدارم، زین جفا رخ به خون بشوید باز. اینم محل اختلاف نیست، یه کمی نکته داره. اون چیزی که این بیت میگه، میگه این کاس لاله که مثل کاسه است و توش هم قرمز و خون سرنگون شده، اینجوری شده. هر که چون کاسه لاله کاسه گردان شد، زین جفا به خون بشوید باز. رخ به خون بشوید. رخ بشون، رخ به خون شستن یعنی انتقام گرفتن، تقاص گرفتن. غیر از این که کلماتش میگه اینقدر گریه کرده که صورتش خونی شد. ولی کاسه گردان معنی گدایی هم میده، کاسه رو میگردونه. و اینایی که شعبده بازی میکنن مثلا یه کاسه رو روی نی میچرخونن، اونم بهش میگن کاسه گردان. ولی اینجا منظور لاله است که شبیه کاسه است و اینجوری برداشت و دلش هم خون. نگشاید دلم، دلم و دلش رو در نیمون جاش برد، معذرت بیاله همش درست شد. خب نگشاید دلم، اون دلش رو باید خط میزدم یادم رفته، چو قنچه اگر ساغری از لبش نبوید باز. یعنی نبوسد جام رو. بقیه غلطه. بس که در پرده چنگ گفت سخن یا سخن، ببرش موی، ببرش تار، غلطه. همه جا رشته های چنگ رو با موی چنگ نسبت دادن، کسی تار نگفته. ببرش موی تا نموید. این موی و نموید یه هماهنگی زیبایی داره. تا نموید باز، موهاشو ببر که دیگه نتونه حرف بزنه. گرد بیت الحرام خم حافظ، گرد بیت الحرام خم حافظ، گر نمیرد به سر بپوید باز. این بیت هم بیت قشنگیه برای اینکه خم شراب رو به شبیه مثلا کعبه نگاه کرده که باید دورش بگرده. میگه با سر دور این میگردم اگر این شانس دوباره به من رو کنه که خم شرابی وجود داشته باشه. گرد بیت الحرام خم حافظ گر نمیرد، اگر نمیرم و ببینمش، به سر بپوید باز. اینی که اینجا آوردم که حتما اینو خدمتون میدم، نسخه است که آقای خانلری تصحیح کردن. تفاوت‌ها رو هم دست چپش نوشتن، خودتون میتونید نگاه بکنید. یه اشاره‌ای راجع به کشتی شکسته و نشسته گفتم میکنم. یه داستانی هست، کشتی شکسته در کل معنیش یعنی این که ورشکسته. اون چیزی که امروز میگیم ورشکسته یا میگیم کشتی غرق شده، کشتی شکسته است. بنابراین کشتی شکسته یک معنی اینجوری میده، آدمای بدبخت بیچاره‌ای هستیم، پولی نداریم، کشتی شکستگانیم، این شور باد شورت برقیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. هماهنگی منطقی نداره. کشتی شکسته معنی میده که ما پول نداریم و گدای ما ورشکسته، ولی کشتی شکسته
دعای باد نمیکنه. منطق نداره این شعر اگر با کشتی شکسته باشه. کشتی نشسته معنی میده که باد شورتر رو بخواد و بعد نشسته با برخیز تقابل داره و من اینو میپسندم. حالا بگذاریم اونایی که راجع به کشتی شکسته حرف زدن یه نگاهی بکنید ببینید کشتی شکسته در داستان‌های اساطیر چی هست. یه داستان بیشتر است، یه دونه داستان. به کشتی دو جا اشاره می‌کنیم. یه کشتی نوح که ربطی به شکستن نداره. تنها داستانی که به کشتی نوح مربوطه اینه که پسرش جا میمونه نمیاد. خب این تنها داستانی است که به کشتی نوح مربوطه. کشتی شکسته داستان حضرت موسی است که میره با حضرت خضر، همون که سبزه و قدم میزنه جاش گل گیاه در میاد، میره با حضرت خضر، میره از خضر چیز بیاموزه، پند بیاموزه. خضر باش تو میگه که با هم میریم ولی هر کاری کردم تو سوال نمی کنی. باشه. یکی از کارهایی که میکنن این است که سوار کشتی میشن که از جایی برن و برگردن. بعد این آقای خضر کشتی رو میشکنه، سوراخ میکنه و موسی بهش ایراد میگه که چرا کشتی رو خراب میکنه. میگه بعدا معلوم میشه، تو نباید سوال میکردی، فقط نگاه کن. یه کودکی رو هم میکشه، حالا اون از داستان ما خارجه. این کشتی شکستن تنها موردی است که توی شعرهای ما بهش اشاره میشه و من مثال آوردم اینجا که حالا بیشتر مثالها رو خودتون بعدا میتونید بخونید. حالا چرا شکست؟ اینو تمومش بکنم. خضر میدانست، بقیه نمیدانستن، که این کشتی وقتی داشت برمیگشت به ساحل، حاکم کشتی های سالم رو میخواست به خدمت بگیره برای نیروی دریاییش که میخواست به جنگ بره. خضر کشتی رو آسیب میزنه، کشتی رو میشکنه که این کشتی صلاحیت پیوستن به نیروی دریایی حاکم رو نداشته باشه و مردود شناخته بشه. چرا این کار کرد؟ به خاطر که این کشتی روزی رسان یک عده‌ای بود، خواست این رو برای این افراد حفظ کنه. این حکمت رو بعداً موسی در میابه. این تنها موردی است که به کشتی شکستن در اشعار ما اشاره میشه. این بیت حافظ به این اشاره نمیکنه، اما خواستم بگم کشتی شکسته کجا افراد رو به اشتباه انداخته. میگه به کشتی ویران گذشتن برا، بهایت که بر کار کردن شتاب. اینا همش مال حافظ نیست، بعضیش مال مولوی که اسمشون رو گذاشتن. اگر نه عقل به مستی فرو کشد لنگر، چگونه کشتی از این ورطه بلا ببرد. چون میرود این کشتی سرگشته که آخر، اینجا همش کشتیه، نه همشون شکسته نیستن. بریم سراغ مولوی، چون مولوی یه چیزی رو روشن میکنه. میگه یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گردابها. یعنی کشتی شکسته نمیتونه بگذرد. یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گردابها، چندان دعا کن در نهان، چندان بنالند در شبان. این با اون که کشتی شکسته و دعای باد موافق تناقض داره آشکار میکنه. کشتی اگر شکسته باشه دیگه نمیتونه از این ورطه بگذرد. اسحاق شو در نهر ما، خاموش شو در بحر ما، تا نشکند کشتی تو در گنگ ما، در گنگ ما. میخوام یه دونه پیدا بکنم که اشاره به خضر داره. یکی مونده به آخر ببینید، نوشته آن شنیدی که خضر تخته کشتی بشکست یا بشکست، تا که کشتی ز کف تشدید داره، ز کف ظالم جبار برست. این همون داستانش که الان گفتم. این فلک آتشی چند، این فلک آتشی چند کند سرکشی، نوح به کشتی نشست جوشش طوفان رسید. این هم دومین اشاره بود که راجع به نوح بود. بقیه این اشعار رو هم خودتون بخونید. اونی که قرمز کردم آخرش میگه خضر کشتی را برای آن شکست، تا توانت کشتی از فجار رست. چون شکسته میرهد اشکسته شو، هم در فقر است اندر فقر رو. دیگه زیادی وقتتون رو نمیگیرم، میفرستم خودتون میتونید اینها رو که راجع به کشتی و غیره است من همه رو جمع آوری کردم ببینید. این یه دونه شعر رو هم برای نمونه آوردم، این دیوان اشعار شهاب الدین عمق بخاری. خواستم بگم که این اشعار به خاطر بازنویسی و نسخه برداری این حرفا چه درد سرهایی کشیدند همه، از جمله این یکی.
شما این شاعر رو ممکن اسمش هم تا حالا نشنیده باشید، هیچ وقت دیوانش رو باز نکرده باشید، ولی یه دونه رو که نگاه بکنید مثلا مثل این دست چپش نسخه‌های متفاوتی که وجود داره از همین شعر دیوان آقای امعلا بخاری میتونید ببینید و تعجب‌آوره که این دیوان ها چقدر متفاوتن و بیشتر این تفاوت ها سر همون نسخه نویسی هایی است که رخ داده. خودتون این شعر رو بخونید، شعر زیبایی است که انتخاب کردم، به قصد بوده انتخابش، ولی وقتتون رو نمیگیرم و بحث رو تموم میکنم و استاپ شیرینگ میکنم. هر کس سوالی چیزی داشته باشه من در خدمتتونم. بسیار ممنون و متشکرم جناب دکتر. خیلی ممنون. خیلی عالی بود. بفرمایید، خواهش میکنم اگر مطلبی هست دوستان. آقای دکتر اکبرزاده بفرمایید.